حسین ام میگه نمیشد همین عملیات رو چند روز پیش و در اوج حملات اسرائیل به جنوب لبنان انجام میدادید که سید عزیز رو از دست نمیدادید. و همینطور هم آقای مرتضی خرد میگه اگر این عملیات زودتر شروع میشد سید حسن ترور نمیشد. و به نظر من حالا این همین من جنس انقلابی که ذهنش هم انتقادیه، مطیع به قول معروف، مطیع هم اگه هستیم ما مطیع یک نفر هستیم، اون رهبریه که اگر لحظه بگه که از الان به بعد این خط ماست هست، و اگر نه اگر شما بخواید دیگه ولایت این آدم، ولایت وزیر معادن، ولایت وزیر صنایع، ولایت وزیر اطلاعات، ولایت فلان امنیتی، ولایت فلان رئیس شبکه تلویزیون، خسته شدیم اینجا یه ولایت داره خب، و اون میگه و اون کسی که ولایت، حالا من بهش میگم رهبری، دفعه قبلم توضیح دادم که یعنی رهبری که اون وای میسه همه نظرات رو جمع میکنه میگه، و اون گفتش که عقب نشینی تاکتیکی نکنید، این عذاب الهی میاره. من فکر کنم عذاب الهیش هم همین شهادت سید بدهای عبدی در واقع اختار و انذاری که رهبری داده بود. خب و بعد هم گفت خونخواهی حتما باید انجام شه. آقای علیزاده اینو بذارید بگم چون دیگه وقت آخره. من به نظر من حضرت آقا بدون هیچ مجامله یا خدای نکرده بخوام ستایش علکی بکنم، واقعا پیام به واسطه حمله به زاهیه و کشتار مردم لبنان و بعد پیام برای سید یه ابهاماتی داشت، به خصوص اینکه بحث پاسخ و اینا هم توش نبود. من احساس الان میگم، یعنی امشب با اتفاقی که امشب افتاد، به نظر من دو تا پیام ایشون به انضمام فضایی که در تهران حاکم بود، من تلقی میکنم که یک عملیات فریب بزرگ برای دشمن بود که دشمن رو دچار یک رخوت یا یک تصوری کرد که ایران عقب نشینی کرده، داره تسلیم میشه و در واقع شرایط جدید رو پذیرفته، و به یک باره تو این فضایی که پیام آقا یه در واقع ابهاماتی رو برای بعضی ایجاد کرده بود و بعدم سکوت ایشون که عملا هیچ سکوت کامل کردن دیگه، هیچ حرف و موضعی نداشتن، هیچ فراخوان به پاسخ هم دیگه نبود دو تا پیام، یعنی که ما پاسخ میدیم و اینا، به نظر من در خودش یک عملیات فریب مستتر داشت که اثرشون رو امشب دید. میشه من الان به سایت رهبری رفتم و شما میدونید که سایت رهبری از لحظه شهادت هنیه بالاش علامتی داشت که میگفت خونخواهی هنیه، درسته؟ و حالا مخاطبان حتما دیدن دیگه، من به شما میتونم نشون بدم اینجا که اونایی که ندیدن یادشون نیستش، این علامت در بالا در سمت چپ بالای صفحه نوشته خونخواهی هنیه، خیلی خیلی کوچیک، و اون رو نگه داشت تا امروز که الان یک ساعت پیش این پاک شد از صفحه. خب ولی ایده ممکنه بگن که خونخواهی یعنی خونخواهی، یعنی در مقابل خون، ولی به نظر میاد که این عملیات هم روی تلفات انسانی متمرکز نبوده. آیا این عملیات به قول شما اون معنای خونخواهی که آیت الله خامنه‌ای می‌خواست رو برآورده کرد؟ من میگم هنوز در اون حد نمیبینم بابا، چون من خودم یکی از مدافعان اینه که خون در مقابل خون باید ریخته بشه، و اتفاقا نقطه ضعف اصلی اسرائیل خونه، نقطه ضعف اصلی اسرائیل دیمونا نیست، نقطه ضعف اصلی اسرائیل مخازن آمونیاک حیفا نیست، نقطه ضعف اصلی اسرائیل بندر حیفا یا بندر ایلات نیست، همه اینا با پشتوانه‌های مالی و اقتصادی سهمگینی که اسرائیل داره قابل جبرانه. اون چیزی که برای صهیونیست‌ها قابل جبران نیست جان هست، و اینکه به شدت اهل زندگی دنیوی هستن و دنیا براشون همه چیزه، و بعد از دنیا تقریبا براشون به این معنایی که برای ما تعریف شده به این شکل تعریف نشده، لذا اصلا به جان و نفس یک تعلق عجیب غریبی دارن و نقطه ضعف اصلیشونه. آسیب شما همین کشتایی که امشب سر همین عملیات استشهادی داشتن، اگر اتفاق امشب نبود بازخورد بسیار گسترده‌ای در اسرائیل پیدا می‌کرد، ولی عملیات امشب عملاً اون رو کاملا تحت پوشش تحت شعاع خودش قرار داد، لذا ان نفس و به نفس در مقابل به خصوص صهیونیست‌ها به نظر من توازن رو کاملا برقرار می‌کنه، و من شخصا قائل به این هستم هر اقدام و هر عملیاتی علیه اسرائیل باید هدف قائیش همین ان نفس و به نفس باشه.
الان در سطح روایت سازی اسرائیلی ها اومدن و دارن میترسونن. اسرائیل فارسی در مقابل توییت عبری آیت الله خامنه ای که میگه با کمک خداوند مشت محور مقاومت قوی تر خواهد شد و دردناکتر خواهد شد و در بدن کرم زده و در حال نابودی رژیم صهیونیستی. از اون ور اسرائیلی اومدن، شما بهتر از من میشناسید، بن سبتی رو شما میشناسید درسته که جز سخنگوهاست. برای مثال بن سبتی داره میگه که بزنیم با هم دیگه نگاه کنیم، خب شما میخوام مخاطب از اینجا نرم و دفعه گیتشن، میگه سخنگوی ارتش اسرائیل همکنون گفت که امشب در خاورمیانه آتشی عظیم برپا خواهد شد و تمام نیروی هوایی اسرائیل در آمادگی کامل و بدون هیچ صدمه از سوی آهنپاره‌های جمهوری اسلامی به کار خود ادامه میدهند. از من گفتن از شهرهای بزرگ بزنید بیرون، که حالا به نظر میاد مهندسی معکوس کاری که محمد مرندی بعد از ماجرای هنی انجام داد که روزی دوبار میرفت میگوش که برید بیرون بزنید به چاک فرار کنید و غیره، و این هم دارن همون رو مهندسی معکوس میکنن. یورو نیوز میگه که تاسیسات هسته‌ای ایران با حمله موشکی امشب به اسرائیل تبدیل به اهدافی مشروع شدند. این رو به نقل از یک نماینده دموکرات آمریکا میگه که اون بالا کوچیک میگه و میگه که آلمان فارسی نوشته فکرم جرد موسکوویتس نماینده دموکرات مجلس آمریکا در واکنش به حمله موشکی ایران به اسرائیل گفته که ایران مرتکب اشتباه شده و با این کار تاسیسات هسته‌ایش تبدیل به اهدافی مشروع شدند. و خلاصه میگه که ایران نباید اجازه داشته باشد تا علیه متحدان آمریکا از موشک بالستیک استفاده کند، با این کار قطعا باید در انتظار پیامدهای قابل توجهی باشد. و در پایان هم جز همین تهدیدهایی که شما زیاد میبینید، نتانیاهو به فارسیه که میگه با هم میستیم، میجنگیم و پیروز میشیم. من برای اینکه این روایت رو خیلی خیلی سریع دیگه آخر برنامه است و همم خوابن باز کنم براتون که صبح که از خواب پا شدید متعجب نشید از چیزی که دارید میخونید، شما رو میبرم به بی بی سی فارسی که ساختار روایت اونجاست. میگه آیا ایران و اسرائیل در آستانه جنگی تمام عیارند؟ ایران دومین حمله به اسرائیلش رو در ابعادی بسیار بزرگتر انجام داده. روز گذشته زمانی که بنیامین نتانیاهو گفت مردم ایران زودتر از آنچه فکر میکنند از دست حکومت آزاد خواهند شد، بسیاری این اظهارات را فراتر از لفاظی‌های معمول سیاسی تلقی کردند. پیش از آن رهبر ایران گفته بود واقعه مشابه جنگ ایران و عراق در فلسطین و لبنان در حال رخ دادن. و حالا خلاصه این بحث خیلی مهمه چون نتانیاهو میخواد اینو گره بزنه با دعوای هیبریدی در داخل ایران و یک زن زندگی آزادی دیگه. و حالا ادعاشون اینه که اینها بوی یک جنگ رو داره میده و ما در آستانه یک جنگ تمام عیار شاید باشیم و میخوان ایران رو بترسونه. های عبدی درسته، یعنی الان تمام تلاش اینه که به جای اینکه حالا ایرانی ها احساس امنیت کنه از این حمله، احساس وحشت کنه. اسرائیل ممکنه پاسخی بده نیستن. البته به نظر من لزوما پاسخ این پاسخی که الان ادعا میکنن نیست. ممکنه چون مزیت اونها اقدامات امنیتی ضد امنیتی برن تو اون فاز. ولی یه چیزی میخوام خدمت دوستان بگم، شاکله شخصیتی صهیونیستا بخوام خیلی عینی بگم اینه: قلب موش پوست پلنگ یا دل موش پوست پلنگ. یعنی ظاهر پلنگه ولی در باطن ما قلب موش یا قلب در واقع دل موش رو داریم، دل و جگر موش رو داریم، جربوزه موش رو داریم. اینها اگر آمریکا پشتشون نباشه تمام این حرف و حدیثایی که میزنن یه دونش هم نمیتونن در واقع اقدام بکنن، همش به پشتوانه آمریکاست. اگر دشمن مقابل خودشون رو سنبش و پرزور ببینن، قدرتمند ببینن، ماستاشون رو کیسه میکنن، کمان که تو وعده صادق پاسخی که به ما دادن از همین جنس بود. یعنی اصلا پاسخ در تراز وعده صادق واقعا نه. یا خود هفته اکتبر طوفان الاقصا، روزهای اول طوفان الاقصا رو به یاد بیارید، عکسایی که از تصاویر نتانیاهو و سران اسرائیل یادتون بیاد، چقدر قیافه های درهم و برهم و شلخته و آشفته و نخابیده و اینا رو مشخص بود. بازسازی شد، اینا آمریکایی‌ها کمک می‌دادن، غرب کمک می‌داد، همه اومدن بالاخره این شاکله رو حفظ بکنن. لذا اصلاً نباید اسیر این گزافه‌گویی‌ها شد. این موجودیت همون چیزی که گفتم، شاکلش دل موش پوست پلنگ و از خودش یک قدرت نمایی می‌کنه ولی اون جسارت در باطن وجود نداره. اگر شما قدرتمند
جلوش سوار میشید. لذا این که میگم امشب گام اوله از این جهته، اگر سنبه رو پرزور نشون بدیم و محکم به ایستیم و نشون بدیم اراده داریم برای درهم کوبیدن این موجودیت، اراده داریم همونطور که امشب نشون دادیم و بدتر از این هم میتونیم سرشون بیاریم، شما به نظر من خواهید دید انفعال اینها رو. و اینا چون جوان مرد نیستن، اینا به شدت آدم های نامردی هستند دیگه، تو این یک سال اخیر همه دنیا فهمیدن، میرن به سمت اینکه اقدامات از طریق اقدامات ناجوان مردانه به ما پاسخ بده، مثل کارهای ترور و خرابکاری و این. لذا از این جهت دارم میگم این در واقع شوالیه سازی، این سلحشور سازی از خودشون نباید اسیر این بازی های روانی اینها شد. دقیقا الان در حال حاضر دارم مرتب میگن که خطا کردید، اشتباه کردید و غیره. الان وزیر گردشگریشون هم همینو گفته، اینجایی ببینیم، گفته که big mistake آمیچای چیکلی، درسته؟ نم شما الان میشنسنش نه؟ آمیچای چیکلی؟ بله، اشتباه بزرگ. مسعود پزشکیان میگه که بر اساس حقوق مشروع و با هدف صلح و امنیت برای ایران و منطقه پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی داده شد. این اقدام در دفاع از منافع و اتباع ایرانی بود. نتانیاهو بداند ایران جنگ طلب نیست، اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه میایستد. این تنها گوشه ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری نشوید. هشتگ برای عزت ایران. حالا به نظر من همین، به نظر من شما فکرم همین هم باید ما ممنون باشیم البته. و دیگه واردی که جانال خودم گذاشتم این توییت آقای پزشکیان و زیرش هم نوشتم آقای پزشکیان کم کم داره رو میفته. نه پزشکیان به نظر من، پزشکیان ذات خودش آزادی خواه و استقلال خواهه و جنگم بوده، اتفاقا برخلاف آقای ظریف و غیره، به فطرت و به حس خودش اگه اعتماد کنه و به نظر من خیلی سرتر از به قول معروف این کسایی که بهش نظر میدم میشه. من نگرانیم این فضای سنگین امپراتوری رسانه‌ای که تو ایران میتونه همه رو به خودش ببره. من تو برنامه قبلی گفتم سپاه شمای عبدی از این که بهش بگن جنگ طلبی، تو مذاکره رو به هم زدی، تو مردم رو بدبخت کردی، تو باعث تحریم شدی، الان به نظر من هر موشکی که میخواد بزنه میرن نگاه میکنه یه گوشه‌ای ننوشته شده باشه مرگ بر اسرائیل. خب بعد اون بلایی که سرشون آوردن، این امپراتوری رسانه اینقدر قدرت داره که کل فروپاشی برجام رو انداخت تقصیر اون چهار تا موشکی که امضا شده بود. خب این امپراتوری رسانه‌ای میتونه همه رو ببره، برای همین که بعد واقعا یه قولی باشه اونجا. آقای قالیباف هم میگه تنها گوشه‌ای از قدرت ایران متجاوزان نشان داده شد، با تمام توان و بر اساس حق دفاع مشروع مقابل جنگرفروزی رژیم صهیونیستی میایستیم. برابر تهدیدات دشمن پاسخهای دور از انتظار طراحی شده. اگر میدانستید چه برای شما آماده شده، تهدید ایران سربلند را همین الان متوقف میکردید. حالا منم همین رو میگم آقای قالیباف، امیدوارم که ما نه با شما پدر کشتگی داریم، نه با این پزشکی‌ها، نه با هیچ کس دیگه، ولی امیدوارم که آقای قالیباف شما هم دیده باشین که این گره در حال حاضر فقط نه فقط با دندان، فقط با جانهای عزیزترین بچه‌های این منطقه از یمن و سوریه و لبنان و عراق و ایران و فاطمیون افغانستان و غیره باز میشه. با دست که هیچی، با دیپلماسی که هیچی، فقط با جانهای این کسانی که جونشون کف دستشون گرفتن و یه روز جلو داعش، یه روز جلو صهیونیستا، یه روز غیره و غیره دارن این کارها رو میکنن. شما که اهل جنگی، شما که فرمانده جنگ بودی، شما باید بهتر بدونی. و من تنها این حرف رو میتونم بزنم آقای قالیباف، جنگ تموم نشده. من کیم که به شما بگم، ولی من بر اساس خوندن نیویورک تایمز و واشنگتن پست و دیدن تصاویر نسل کشی، بدترین نسل کشی عصر معاصر در غزه، دارم به شما میگم جنگ تموم نشده و این جنگ با ایرانه. هر چقدر شما بگی که ما به مقاومت کاری نداریم، محور مقاومت مستقل، ایران نقشی در هفته اکتبر نداشته، طرف میدونه که با حماس نمی جنگه، با حزب الله نمی جنگه، میگه من با ایران طرفم. برای همین هر چی شما میگید من کاری بهت ندارم، اون میگه من با تو کار دارم. برای ما از شما میخوایم که مدل فکرت و منطق فکرت منطق فکر جنگی باشه، همون فرماندهی باشه که در اون دهه 60 بودی. اون فرمانده اون دهه اقتصاد رو هم اونجوری طراحی میکنه، مسائل اجتماعی رو هم اونجوری طراحی میکنه و راحت نمیشین رو زمین. اگر اون اتفاق بیفته به نظر من خیلی خیلی مشکلات حل میشه. و والا این چیزی که بود که من برای همین وفاق لازمه آقای قالیباف، ولی وفاق با مردم، با مستضعفان و غیره، نه وفاق با اتاق بازرگانی ها. من با این ویدیوی خیلی خیلی درخشان
تموم میکنم. هفته پیش ما ویدیوی رقص و شادی اسرائیلی ها رو داشتیم در کاباره ها و در کافه ها. من میخوام این ویدیوی خیلی خیلی ساده رو نشون بدم. من میدونم ایران با حالا قبلش هم این رو نشون بدم شما که among the targets were Israeli airfields but also and this is crucial the headquarters of Mossad the international intelligence service of Israel which is inside Tel Aviv it's in the northern گفته میشه که مقر موساد در وسط تل‌آویو گفته حالا در مظلوم نمایی میکنن سوال این که شما چرا مقر تل‌آویو رو در وسط شهر ساختید خب اگر نگران این قضیه بودید و ولی من میخوام این ویدیو رو شما پخش کنم من میدونم که بخش زیادی از ایرانی ها با این آدم خودشون رو آیدنتیفای نمی کنن هم هویت پنداری نمی کنن پا برهنه است فقیر شبیه خود میگم مستعفان دوستان شبیه اون اسرائیلی ها باشن با همدیگه از نظر چهره فشن و غیره ولی به نظر من این لحظه تاریخیه هفته پیش چه کسانی داشتن شادی میکردن برای نصرالله و الان چه کسانی هستن که نماز شکر اینجا به جا آوردن کسانی که 11 ماه و نیم تمام کشورهای جهان تنهاشون گذاشتن همون چین و روسیه هم که شرم بر اونها بعد یک کاری برای مردم غزه نکردن برای توقف ماشین نسل‌کشی نکردن خب باز دم چهار تا کشور مثل ونزوئلا و مثل کولومبیا و مثل کوبا و مثل کشورهای کوچیک آزاده و مستقل گرم حتی توی اروپا فقط اسپانیا به حرفی زد و غیره ایرلند ولی واقعا این مردم رو رها کردن که تیکه تیکه خورده شدن نه جایی برای فرار داشته باشن نه چیزی و اینکه اینها نماز شکر به جا میارن من ازم هر نماز اینها اندازه چه میدونم اندازه هزار تا تعریف و تمجید اون اروپایی ها که به به چقدر آدم شدین شما پس دندونتون رو تمیز کردین کشیدین تیزیشو گرفتین حل سلاح کردین خودتون رو ارزش داره و ای کاش که آقای عراقچی آقای پزشکیان این جمله که آقای خامنه‌ای گفتن که مقاومت جاذبه داره باعث میشه که دل مردم منطقه با ما هم همراه بشه و این دقیقا امشب این اتفاق افتاد این با هم ببینیم كما نشاهد سجدة الشكر من شمال قطاع غزة لهذه الرد وهذا الرد الإيراني الذي أشفى صدور هؤلاء المواطنين الذين صبروا طوال هذا العام من التضحية والإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة هنا الصواريخ ونحن ما زلنا نرصد لكم ما زالت تنطلق من الأراضي الإيرانية على الأراضي المحتلة الأراضي الفلسطينية مثل این فیلم های که تو زندانی هستن یا در حال غرق شدن هستن و از دور کشتی میبینن که داره به سمتشون میاد سفینه نجات و ایران اگر خودش رو سفینه نجات این منطقه ببینه و همینی که از روز اول بعد از انقلاب فلسطین بحث محوری مطرح شد چون بالاخره یک میدونست که با وصل کردن خودش به فلسطین برای خودش عزت میخره و واقعا اونجوریه که هژمون منطقه میشه هژمون شدن به موشک به پهباد و به بزرگتر از اون نیستش آیا اسرائیل که بزرگترین زرادخانه رو داره و هسته ای هستش هژمون منطقه است یا منفورترین دولت در که منزوی ترین دولت هم خواهد بود در چند سال آینده است برای این هژمون شدن با این چیزها و تلفیق اینهاست اگر به سمت مستضعفان داخل کشور و مستضعفان منطقه بریم ما میتونیم یک بار دیگر قدرت نخست این منطقه شیم و نظم ساز این منطقه شیم نظم ساز شیم که در کنار روسیه در شرق اروپا و چین در شرق آسیا سه قطب و سه رکن جهان جدید رو خواهیم داشت این بسته به اون دستی است که الان روی ماشه است که روی ماشه میمونه میلرزه فکر میکنه دوست داره که عقلانی رفتار کنه یا اینکه نه میدونه که تاریخ زمان تاریخ عرصه جنگ عرصه نبرده عرصه مذاکره نیست و این همون نگاهی که آمریکایی‌ها دارن اروپایی‌ها دارن به ما دروغ میگن که تاریخ عرصه مذاکره است تو کتاباشون به ما میگن خودشون همیشه دستشون روی ماشه است همیشه دستشون روی ماشه است و وقتشه که ما هم فریب نخوریم به دستمون رو از روی ماشه بر نداریم این به شما بینندگان جدال مربوطه که با فریاد زدن اونها رو مجبور کنید که اگر یک لحظه فراموش میکنن بخونن تو جبهه جنگ هم اینطور بود بسیجی پایینی گاهی وقتا سر فرماندهش داد میزد نگران نباشید نگاهتون بسیجی باشه و بدونید که ایران امروز به شما معدود انقلابی های منتقد بیش از توپ و تانک و تفنگ و هوش مصنوعی نیاز داره